بریم با هم سه متغیری که توضیح دادیم رو بسازیم، نمایش بدیم و همچنین در مورد اکسپرشن و استیتمنت هم صحبت کنیم. من رو ببندم، یکم اسکرین رو بزرگتر کنم که بهتر ببینید. خب متغیر اولی که میخوام تعریف کنم از نوع عدد صحیح هست، بنابراین تایپش رو اینت قرار میدم. اینت، نامش رو میذارم A و مقدارش رو میذارم 10 سمیکالن. اگر خاطرتون باشه توی ویدیوی قبلی گفتیم که برای نامگذاری این امکان رو نداریم که با عدد اسممون رو شروع کنیم. اگر من اینجا عدد بگذارم با ارور مواجه میشم. همچنین گفتیم که در ناممون نمیتونیم فاصله بگذاریم. برای مثال شیوه درست نامگذاری دو بخشی اینه که من یک اندرسکور بذارم و بعد بی بذارم. حالا اگر که من به جای اندرسکور اسپیس بذارم، کامپایلر مجددا به من خطا میده و زیر بی هم خط قرمز کشیده. خب بریم متغیر بعدی رو از نوع بولیان درست یا غلط تعریف کنیم. با کلمه کلیدی بول تایپش رو مشخص میکنیم و اسمش رو میذارم بی، مقدارش رو میذارم ترو. متغیر بعدی از نوع رشته با کلمه استرینگ رشته رو مشخص میکنیم، نامش رو میذارم سی، به اضافه اینکه مقدارش رو میذارم سلام سالیدیتی و سمیکالن. حالا میخوام سه تا تابع بنویسم که بتونیم این سه متغیر رو در خروجی ببینیم. اگر در حال حاضر نحوه نوشتن یک تابع رو نمیدونید و کاری که انجام میدم رو متوجه نمیشید، اصلا مهم نیست، جلوتر در مورد فرایند نوشتن یک تابع صحبت میکنیم. در حال حاضر شما باید بتونید یک فایل جدید باز کنید، SPDXش رو معرفی کنید، ورژن کامپایلر رو براش مشخص کنید و متغیر تعریف کنید. خب من یک تابع می‌نویسم فانکشن، اسمش رو می‌ذارم get a و از نوع پابلیک باشه، ویو باشه و ریترن بکنه به من مقدار اینترو و کرلی براکت ریترن بکنه مقدار a رو. خب من کپی کنم، دو تا دیگه از روی این بسازم. تابع بعدی رو میذارم get b، تابع بعدی رو میذارم get c و get b خروجش باید بولیان باشه چون تایپ من اینجا بولیان هست و b رو برگردونه به من، و تابع بعدی خروجش string باشه، ببخشید استرینگ باشه. از کلمه کلیدی مموری که نشان دهنده دیتا لوکیشن هست هم باید استفاده کنیم که جلوتر در موردش صحبت میکنیم. و مقدار خروجی هم از نوع در واقع متغیر سی باشه. بریم با هم کامپایلش کنیم. خب تیک سبزمون رو گرفتیم، دیپلوی میکنیم، ترانزکشنمون در واقع انجام شد. اگر که ببینیم بله، ترانزکشن ما انجام شده. خب بریم با هم دیگه بررسیش بکنیم. این گوشه بر ما deployment contracts رو آورده. تابع get a رو که میزنم به من میگه از نوع int و مقدار 10، get b رو که میزنم میگه از نوع bool و مقدار true، و get c رو که میزنم از نوع رشته و مقدار سلام solidity. تا این استپ خیلی خوبه که شما بعد از دیدن این ویدیو یک فایل جدید باز کنید، SPDXش رو مشخص کنید، ورژن سالیدیتی رو مشخص کنید، یک کانترکت ساده به همین شیوه که نوشتم بنویسید، به هر اسمی دوست دارید، و سه تا متغیر تعریف کنید و اونا رو در خروجی به خودتون نمایش بدید.